سلام دوستان، به کانال خالصیما خوش اومدین. امروز میخوام با آموزش غذای دمباقالی یا دمپختک در خدمتتون باشم. میریم که با معرفی مواد اولیه کارم رو شروع کنیم. برنج 4 پیمانه، لپه باقالی 4 پیمانه، پیاز بزرگ 1 عدد، نمک، زردچوبه به مقدار لازم. دوستان دمپختک رو معمولا ساده سرو میکنن، در کنارش با ترشی یا شور سرو میشه، ولی من برای تزیینش گوشت چرخ کرده، زعفران و تخم مرغ گذاشتم که بتونم. پیازم رو به صورت نگینی خرد میکنیم. روغنمون داغ شد، پیاز رو بهش اضافه میکنیم. پیاز رو در حد عصبی شدن سرخ میکنیم. پیازمون تقریبا عصبی شدش، باقالیمون رو بهش اضافه میکنیم. این غذا فلفل نداره، فقط نمک و زردچوبه داره. نمک هم کم میریزیم، مرحله به مرحله میچشیم. باقالی هم حتما باید از قبل خیس کنیم، دو سه بار آبش رو بگیریم، بعد تفتش بدیم. چون این غذا به صورت کته درست میشه، ما نمیخواییم برنجمون شفته شه. برنج رو با موادمون یه تفت میدیم. زمانی که برنج رو با روغن تفت میدیم، دیگه برای استنبالی دمی برنجمون شفته نمیشه. ما 4 تا پیمونه برنج داشتیم، 4 تا پیمونه هم لپه باقالی، 7 تا پیمونه آب بهش اضافه میکنم. مجدد نمکش رو بچشین، اگه احتیاج داشت بذار. تخم مرغ رو برای تزیین روی غذامون میزنیم. پیازداغ رو برای تزیین روی غذامون آماده میکنیم که با گوشت ترکیب میشه. میذاریم که سرخ بشه، بعد گوشتمون اضافه. آب برنجمون هنوز خشک نشده، درش رو میذاریم که تقریبا مغز بشه. برنجمون آبش کشیده شدش،
برنجا رو وسط جمع میکنیم تا بغل بخور کاملا تمام فضای ظرفمون رو بگیره. درش رو میذاریم که دم میکشیم. من چون برنجم یه ذره دون بود دیگه دم کنی نذاشتم. پیازم رو سرخ شد، گوشت رو بهش اضافه میکنیم. برنج ما کامل دم کشیدش، میریم که سروش کنیم. آماده شد، من براتون سروش کردم. این غذا رو معمولا خالی سرو میکنم، ولی من با گوشت و تخم مرغ براتون سروش کردم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما درست کنید، کنار خانواده نوشجان کنید. تا برنامه بعد و غذای دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.